درود به شما خوبان، با یک بسته تحلیلی دیگه در خدمت شما هستیم. در ابتدا در خدمت آقای واحدی هستیم با برنامه ای با عنوان پیروزی سربازان موسی به سربازان امام زمان، و در بخش بعدی میپردازیم به ترس نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از حضور در سوریه. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی را متحمل شدند. اگه محتوای ما رو میپسندید، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید. در این برنامه آقای واحدی درباره شعری که دفتر خامنه‌ای از اون منتشر کرده صحبت میکنه و به تفسیر این شعر میپردازه و میگه دیکتاتور شکست خورده توی شعر خودش رو پیروز داره میبینه و چشم به واقعیت بسته و میگه مثل موسی معجزه کرده. ایشون در ادامه برنامه درباره تشابهات حکومت جمهوری اسلامی و صهیونیسم صحبت میکنه و رفتارهای جمهوری اسلامی و اسرائیل رو با هم دیگه مقایسه میکنه. آقای واحدی در انتهای برنامه به این نتیجه میرسه که سربازان موسی بر سربازان امام زمان پیروز شدند. شما رو دعوت میکنیم این برنامه جنجالی رو تماشا بفرمایید. اول حتما خبر شنیدید، من از امروز باید حواسم جمع باشه در ذکر عنوان رئیس اشتباه نکنم. ایشون توی پاکستان هم دکترا گرفت، شد آیت الله چهار دکتره. حتی کسی هم که دکترا داده بهش قیافش خیلی متفاوت با استاد دانشگاه جمهوری اسلامی و خود رئیسی نیست، احتمال از خودشونه، حالا کدوم دانشگاه هست نمیدونم. برای بهشون شد آیت الله چهار دکتره، داماد علم الهدا شد آیت الله چهار دکتره و دختر علم الهدا هم شد دو دکتره، به اونم یه دکترا دادن. کی به کی از جیب ملت ایران بدم اونجا پول خرج میکنم؟ به چه مناسبت؟ به فکر نمی کنم در هیچ جای دنیا من دیدم به رؤسای جمهور دکترا افتخار میدن، اما به همسر رئیس جمهور دکترا دادن، دیگه بدون تردید پول خرج کردن اونجا. حالا اینش که در اینا انقدر میخورن و میچرن اینم روش، اما برای من خیلی جالب بود اگر میدیدم که واقعا پخش میکردم صورت کامل مراسم تشکر رئیسی به زبان فارسی به خاطر اینکه دکترای چهارم رو بهش دادن و تشکر جمیله علم‌الهدا به زبان انگلیسی. خیلی برام جالب بود و حتما یکی از برنامه های تفریحی میشد. خب عرض به حضور شما که دفتر خامنه یک شعر رو از خامنه منتشر کرده. خامنه من میدونم ذوق شعر داره، حالا این شعر هم باره خودش نه نمیدونم، اما یه شعری از خامنه منتشر کرده بعد از حوادث اخیر. تو گفتن شعر مال چند وقت پیشه ولی الان منتشر میکنم، میخونم براتون. دل از معرکه مهنت و بلا مگریز، چو گرد باد به هم پیچ و چون صبا مگریز. تو راست معجزه در کف، این داره خطاب به خودش میگه ها، تو راست معجزه در کف ز ساحران مهراس، عصا بیفکن و از بیم اژدها مگریز. تو موج غیرت و عزمی، ز بحر بیم مدار، حذر ز غرش طوفان مکن ز جا مگریز. ز سست عهدی ایام دل شکسته مشد، مردم هم در حقش نامردی کردن، آقا خیلی خوب مردم در حقش نامردی کردن. ز سست عهدی ایام دل شکسته مشد، نشانه باش چو پرچم ز بادها مگریز. چو صخره باش و مکن تکیه جز به دامن کوه، به حق سپار دل خیش و از دعا مگریز. تو از تبار دلیران خیبر و بدری، چو ذوالفقار و چو حیدر بزن صلا مگریز. به نوش خند منافق ز ره کناره مگیر، به زهر خند معاند ز انزوا به انزوا مگریز. چو ره به قبله امن است پای مردی کن، خطا مکن ز توهم به ناکجا مگریز. چو تیر راه هدف گیر و بر هدف بنشین، ز کجروی به حذر باش و از خدا مگریز. امین خلق و امانت گذار یزدان باش، به صدق کوش و خطر کن ز مدعا مگریز. توضیح بدم براتون که معمولا شعرهای تخلصی دارن و تخلصی که خامنه‌ای برای خودش انتخاب کرده امینه، یعنی خائن ترین فردی که من در طول عمرم دیدم برای خودش تخلص امین رو انتخاب کرده. اما نکته جالبش اینه که ببینید این خطاب به خودش همش دیگه، امین خلق و امانت گذار یزدان باش، به صدق کوش و خطر کن ز مدعا مگریز.
دلاز معرکه مهنت و بلا مگریز، همش خطابش به خودشه. ولی اونجاش که برای من جالبه اینه که تو راست معجزه در کف، ز ساحران مهراست، عصا بیفکن و از بیم اژدها مگریز. این اشاره به داستان حضرت موسی که الان بحثی در موردش مطرحه، ولی به هر حال اشاره به داستان حضرت موسی در قرآنه که فرعون همه ساحران رو جمع کرد برای اینکه مثلا حضرت موسی رو بترسونه، بعد از خدا به حضرت موسی و عصا تو بنداز، حضرت موسی عصاش انداخ شد، اژدها همه اون مارهای قلابی ساحران رو خورد، جادوگرا رو همه ساحران سجده کردن. یعنی خامنه ادامه هم داره دیگه، یعنی قصه که تعریف میکنه، سجده کردن و بعد فرعون تهدیدش کرد، گفت حق ندارید، میکشمتون، لأصلبن نکن و لأقطعن ایدیکم من خلاف، ایدیکم و ارجلکم من خلاف، دست و پاتون رو به صورت برعکس، یعنی دست مثلا چپ و پای راست یا دست راست و پای چپتون رو قطع میکنم، میکشمتون. اونا گفتن ما به خدای موسی ایمان آوردیم. خب این اشاره میکنیم این داستان اژدها و بعد به معجزه بعدی، به یک معجزه دیگه حضرت، اون که حالا ادعا شده ببینم اینجا اونم بود یا نه، که بله معجزه شکافتن دریا از توسط حضرت موسی هم، تو موج غیرت و از میز بحر بیم مدار، از دریا نترس، بزن به دریا. راستش اینی که ببینید میگن طرف اومد یه حرفی زد، بعد بلا فاصله شروع کرد اصرار کردن رو حرفش، آخرش هم قسم خورد. طرف گفت تو گفتی من باور کردم، وقتی اصرار کردی شک کردم، قسم که خوردی مطمئن شدم دروغ میگی. ببینا یه ادعاهایی این روزا مطرح کردن در مورد مسئله حمله‌ای که به اسرائیل انجام دادن. روز به روزم ادعاشون داره میره بالاتر، یعنی هرچی میگذره ادعا وسیع‌تر هم میشه، اصلا انگار یادشون میره، تمامی هم نداره. همچنان معجزه و موشکا ظاهرا هنوز تو راه داره میرسه، هر روز هم یه دستاورد جدیدی داره. از اون ور ادعاهایی در مورد شکست اسرائیل کردن در مورد در اصفهان. خب حالا ادعای مطرح کردن، روز طبیعی هم بود ادعا رو مطرح کنن. سالها بود توسط اسرائیل تحقیر میشدن، بالاترین و معروفترین و شاید مهمترین فرماندهانشون، مهمترین عناصر موشکی و هسته‌ایشون توسط اسرائیل کشته شده بود، مهمترین سرداران نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه و لبنان و جاهای دیگه فلسطین توسط اسرائیل ترور شده بودن و اینا هیچ کاری نمیتونستن بکنن. این بار اعلام کردن که میخوایم انتقام سخت بگیریم و بعدم با سر و صدای زیاد اعلام کردن که ما حمله کردیم. روز به روزم داره میزان خسارتایی که به اسرائیل وارد شده زیادتر میشه. یعنی از روز اول خودشون ادعای کردن، گفتنم که ما برامون این دفعه فقط می‌خواستیم زهر چش بگیریم، ولی هی داره تصاویری میاد بیرون از موفقیت‌هاشون. اگرچه خود خامنه‌ای حواسش نبود که این دستاوردهای ادعایی رو زیر سوال نبره، و اومد گفتش که اصلا تعداد موشک‌هایی که اصابت کرده مهم نیست، مهم اینه که ما هیمنه دشمن رو شکستیم. خب حالا ایناش مهم نیست، اما واقعیتش اینه که من حالا این جنبه که به صورت شوخی نوشتم، ولی واقعیتش همین وضعیت، فکر نکنید فقط در جمهوری اسلامی هست و فقط در بین افراطی های حزب اللهی و آتش به اختیار های حزب اللهی. حقیقت قضیه اینه که در بین صهیونیست ها هم این نوع افراط ها هست و در بین بعضی از مذهبی های افراطیشون هم همین ادعاها وجود داره. یعنی شاید اونا علنی نگن سربازان گمنام امام زمان، ولی همچین اعتقادات اونا دارن. یعنی اونا هم یه همچین چیزایی دارن که اعتقادات مذهبی دارن و دیدید که پایبندی مذهبی هم دارن و تعصبات مذهبی اونها اگر در بعضی عرصه‌ها بیشتر از این وریا نباشه کمتر هم نیست. برخلاف به نظر من، برخلاف حالا شاید هم برخلاف نباشه، ولی قرآن اشاره میکنه که دشمن ترین دشمن مسلمانان یا حتی مؤمنین اشاره میکنه قوم یهود هستن. ولی باور کنید در عرصه‌های مختلف، چه از مناسک مذهبی چه از رفتار سیاسی، اتفاقا نزدیکترین رفتارهای افراطی رو این دو قوم با هم دارن. یعنی حالا اگر بخوام بگیم حزب اللهی‌ها اینجا و بخش افراطی صهیونیست‌ها، نه الزاماً یهودی‌ها، البته یهودی‌ها هم افراطی‌هاشون خیلی افراطی هستن،
شاید از بعضی ها بدتر از مسلمان افراطی یا مثل همون هم. ولی تو زمین سیاسی که حالا شاید نمود سیاسیشون صهیونیست ها هستن، حالا صهیونیست فوش نیست، جمهوری اسلامی یه جور صحبت میکنه که مثل فوشه. من یادم میاد اول انقلاب، خب صدام اول جنگ، صدام وابسته به یک قبیله بود، قبیله افلق ظاهرا، و محل زندگیش هم شهری بود تکریت، یعنی محل تولدش. وقتی تلویزیون با این رزمندگان عزیز ما مصاحبه میکرد، به خصوص اوناشون که خود سن سال ازشون گذشته بود، طوری میگفتن صدام افلقی و صدام تکریتی، که انگار فوش خارمادر داشتن میدادن. حالا در جمهوری اسلامی هم طوری در مورد صهیونیسم و کلمه صهیونیست میگن که انگار دارن فوش میدن. نه، صهیونیست فوش نیست، یک گفتمانه، یک حالا شاید بگو یک نوع فرقه سیاسی، یک اعتقاد سیاسی اجتماعی و وجودم داره. این فرقه، این گروه، این حالا هر چی اسمشو میذارید گفتمان، افراطیاش واقعا تنه میزنن به تنه حزب اللهیای جمهوری اسلامی و آتش به اختیارش همینطور. میبینید همین روزایی که اسرائیل به شدت به لحاظ رسانه‌ای تحت فشاره، افراطیاشون میان با حمله به شهرکای فلسطینی نشین سوژه درست میکنن برای حمله به اسرائیل، یعنی همون چیزی کاری که جمهوری اسلامی میکنه. افراطی ترینانشون همواره مثل آتش به اختیاران خامنه‌ای، که اصلا براشون مهم نیست که چه بلایی سر مردم میاد، سر مردم عادی میاد. همونا که همونطور که اینا معتقدن که اون زنک نشست تلویزیون گفتش که مملکت مال حزب اللهی هاست، این افراطی های صهیونیست هم به خصوص شهرک نشینایی که اطراف همون رام الله و اینا هم هستن، همین اعتقاد دارن، معتقدن کل سرزمین برعکس حرفی که حماس میزنه، میگه از بحر تا نهر مال ماست، اونا میگن از بحر تا نهر کلش مال اسرائیله و کس نباید اینجا باشه و حتی برای زندگی عادی ساکنین هم حقی قائل نیستن. خب اونا کارهایی دارن میکنن و اتفاقا بسیار از کارهایی که انجام میشه تحت نفوذ اونهاست، یا حداقل همون کاری که جمهوری اسلامی میکنه، بعضا با بازگذاشتن دست آتش به اختیارانش زحمت خودشو برای برخورد با مخالفان یا منتقدان کم میکنه، اونا هم همین کارو میکنن. یعنی الان خیلی خوب به نظر من دولت فعلی اسرائیل که یکی از تندروترین و راستگراترین دولت هاست داره استفاده میکنه، بسیاری از مطالبات در عرصه جهانی داره میره به طرف که آقا فقط برید جلوی این شهرک نشیناتون بگیرید که حمله میکنن به فلسطینی ها، به خانه هاشون، به روستاهاشون. یعنی همین کاری که بعضا متاسفانه اصلاح طلبان و دیگران در جمهوری اسلامی میکنن که خواسته مردم تقلیل میدم، اینکه آقا تو رو خدا تو خیابون دخترای مردم رو کدک نزنید. بله، از نظر منم مهمه که دختر و زنانی که میرن در خیابون، که انصافا مایه افتخار ما هستن، با آسودگی برن، با آسودگی بیان. اما این یک بازی جمهوری اسلامی هم هست که همه راضی بشن که اگر فردا مثلا یه مدتی دختران و زنان رو تو خیابون کدک نزنن، ما بگیم پیروز شدیم، تموم شد. همین اتفاق داره در اسرائیل میفته. اما اون چیزی که هست، اینا رو از جهت توضیح دادم که بگم اونها هم این نوع حماقت ها و تعصب های مذهبی درشون هست و سوء استفاده هر دو. یعنی ببینید یک ملغمه هست از مذهب، خرافات مذهبی، سوء استفاده مذهبی و حماقت ها، مجموعه همه اینا وجود داره. و اینکه از مسائل مذهبی شاید به جهاتی راحت تر میشه سوء استفاده کرد و زورگویی کرد، برای اینکه یک نوع تقدسی به هر حال مسائل مذهبی با خودش داره. یعنی حداقل عده‌ای از مردم فریب می‌خورن و برای همین مزخرفاتی که و خرافات عجین شده با مذهب تقدس قائلن و این تقدس یک حاشیه امنیتی براشون ایجاد می‌کنه. ولی برای اینکه وجود داره، من فکر می‌کنم یواش یواش خامنه‌ای از این چیزایی که در مورد سربازان گمنام امام زمان گفت، حالا داره مقایسه میکنه با سربازان گمنام حضرت موسی، میره اون موفق‌تر بودن. یعنی در مجموع شما نگاه نکنید به شعارهایی که روزا در تلویزیون میدن، چه در مورد حملات خودشون و چه در مورد پاسخهای اسرائیل، پاسخ اسرائیل به اصفهان، اون رو خیلی بزرگ نمایی میکنن و این مثلا میگن ارزش گفتن نداره، که من براتون دیروز توضیح دادم. یکی از کسانی که شاید اولین کسی که اومد گفتش که موضوع اصفهان اصلا قابل طرح نیست و ارزش نداره، همون پشمالو پوردستان معاون تحقیقات ارتش، همون بود که گفته بود که فرمانده نیروی دریایی هند به ماها گفتش که ما تمام اومد به ما نشون داد یه جعبه سی دی. گفتیم اینا چیه؟ گفت تمام سخنرانی مقام معظم رهبری ما، راهبردهامون رو از روی سخنرانیشون تنظیم می‌کنه. اینا همون آدم‌ها، همینا مش گزارش میدن.
همونا که میرن بهش میگن ما کرونا یاب درست کردیم، همونا که بهش میگن که ایران اقتصاد 18 جهانه، همونا که میگن سال 1404 ایران قدرت اول منطقه است. اما من یه خورده جنبه طنز داشتم، ولی واقعا مثل که خامنه‌ای هم یه خورده دوچار تردید شده که حالا یه خورده هم به خودش تقلیل درجه داده. تا چند وقت پیش خودش رو جای خدا نشون، گفتش خدا از زبان من حرف میزد، حالا یه خورده از جایگاه خدا اومده پایین و برای خودش جایگاه کلیم الله، خب میگن حضرت موسی تنها پیغمبریه که، یعنی تنها انسانی که مستقیم با خدا صحبت کرده. چند وقت پیش خامنه‌ای خودش رو گذاشت جایگاه خدا که من یک سخنانی گرم و گیرایی کردم، خدا از زبان من حرف زد، نشست جایگاه خدا، حالا یه پله اومده پایین و خودش جای حضرت موسی نشونده. حالا این بحث شوخیشو بذاریم کنار، ولی واقعا مذهبی هایی که هنوز معتقدم اگرچه خیلی هم جمعیتشون کمه، هم درصدشون نسبت به کل جمعیت ایران بسیار کم شده، ولی متاسفانه وجود دارن و متاسفانه این افراد هنوز هم تأثیر گذارن، به خاطر اینکه کارهای خودشون رو یک کار خدایی میدونن و حاضرن حتی جانفشانی بکنن. اینکه اینها درست هدایت بشن و بفهمن چه خبره برای من خیلی مهمه. ببینید این آخونده و روزخونا و مده ها و خود خامنه ایم اوائل کارش میگفت، میگفتش که ما خاک پای قنبر غلام امام علی هم نیستیم، که البته خیلی زود این حرفا تموم شد. من یادمه یه خانمی بود به نام خانم چی مقدم، نماینده تبریز بود، مادر دوتا شهیدم بود، یه دوره نماینده مجلس و مجلس چهارم، ایشون توی نطق پیش از دستورش اومد گفتش، این جمله‌اش بود که درود به قطب عالم امکان حضرت آیت الله عظما امام خامنه‌ای، و هیچ کس هم تو دهنی بهش نزد. یعنی بعضی از، حالا همون موقع بعضی از مذهبی‌ها میگفتن که حتی به امام زمان هم نمیشه گفت قطب عالم امکان. این لقب، حالا من اصلا کاری به درست و غلطش ندارم، این لقب مختص پیغمبر اسلامه، ولی همون خانم اومد، خانم نم چی مقدم، اسمش فاطمه بود، فاونش هم یه چیزی داشت بعد مقدم، ایشون اومد خیلی صریح میگم از تریبون مجلس که رادیو مستقیم پخش میکرد به خامنه ای عنوان قطب عالم امکان داد، اتفاقا نیفتاد. ولی میخوام همین خامنه ای قبل از این اتفاقات بیفته میگم من خاک پای قنبر غلام امام علی هم نیستم. اما امروز در کجا نشستم؟ آیا مذهبیه که ادعا میکنید به خاطر مذهب، ادعا میکنید به خاطر مذهب از حکومت دفاع میکنید؟ ببینید طرف یه روز خودش جای خدا میشونه، یه روز میاد میگن که وقتی به دنیا آمد گفت یا علی، یعنی خب در واقع قرآنی که اینا بهش استناد میکنن صحبت کردن حضرت عیسی در گهواره رو اون معجزه میگفت، یعنی معجزه‌ای که خداوند خواست قدرت خودش رو نشون بده، در زبان حضرت عیسی رو در گهواره باز کرده و حرف زده. حالا اینها نسبت میدن، خامنه اصلا قبل از اینکه به گهواره برسه، یعنی پله از حضرت عیسی هم جلوتر بوده، داشته از بدن مادرش خارج میشده حرف زده. خودش هم حالا این چیزی که دیگران میگن که نمیدونم آقا تو امام زمانی یا تلویحا میگن براش معجزه قائلن، یکی از این ائمه جمعه گفتش که احتمال خطای مقام معظم رهبری 1 در میلیارد، این براش توصیف کردن. اونا هم سر جای خود که خامنه‌ای هم برخورد نکرده باشون، نه تنها برخورد نکرده، علی سعیدی وقتی که این داستان رو تعریف کرد که حضرت علی خامنه‌ای وقتی داشت از بدن مادرش خارج میشد گفته یا علی، بعدش تولیت حضرت معصومه رو در قوم هم بهش دادن علاوه بر امام جمعه قوم، یعنی بهش پاداش هم دادن و هیچ برخورد هم نشد هیچ کدوم از حتی اطرافیان. بله خانم فاطمه همایون مقدم، خیلی ممنون جی برادر من، برای خانم همایون مقدم دفاع میشون، متشکرم که نماینده تبریز بودن، پاداش هم دادن. حالا میگیم اونا اطرافیان بودن پاداش دادن، خامنه‌ای نفهمیده، خامنه‌ای گیج بوده، خامنه‌ای با علی، با حسین شریعت مداری و علی اکبر ولایتی و حداد داده سرگرمی داشتن، مشغول بودن نفهمیدن. اما دیگه خودش داره میگه، یه روز میاد میگه من زبان خدا اومد تو دهن من، از طرف من حرف زد، به جای من حرف زد، حالا خودش میذاره جای حضرت موسی. ببینید من به شخصه اصلا این چیزا برام مهم، اینها هم خودشون پیامبر ما آخر ما که حضرت موسی رو ازش چیز مستقیم نشدیم، ولی پیامبر خود ما بارها گفته که من یک انسانی مثل شما هستم. قرآن میگه محمد هم یک انسانی بود مثل شما، اگه مرد آیا باید همه چی عوض بشه؟ خیر. ولی اینا که انقدر بت سازی میکنن از انسانهای بزرگ، از پیامبران،
آیا واقعا به غیرتشون، به غیرت دینیشون بر نمیخوره که خامنه یه روز خودشو جای خدا میذاره، یه روز جای حضرت موسی میذاره، یه روز جای حضرت عیسی میذاره؟ واقعا خودتون میخواید به بلاغت بزنید؟ کسی که میاد میگه خدا از زبان من حرف میزد، این معیار از کجا اومده؟ چه کسی تشخیص داره خامنه‌ای چه حقی داره؟ خامنه‌ای غلط میکنه خودشو معیار حق و باطل که تشخیص بده حرف من حرف خداست. ببین شما میتونی بگی که آقا خداوند ممکنه کلامش بر زبان یک انسان جاری شه، اما کسی بگه خدا از حرف من حرف میزد، یعنی خودش معیار حق و باطل خودش تشخیص حرف خداست. کدوم معیار است امیر پارسا؟ اگر واقعا خودتون به حماقت نمیخواد بزنید، اگر دین فروش، دنیا فروش، خود فروش نیستید، به من بگید این استاندارد و این متر و معیار رو خامنه‌ای از کجا آورده که تشخیص بده حرفش حرف خداست؟ شمای نوعی میتونی بگی آقای خامنه‌ای که اصلا نیست، خامنه‌ای یکی از بی‌تقواترین، یکی از بی‌شرف‌ترین انسان‌هایی که من در عمرم دیدم، هر کس هم خواست میتونم ثابت کنم یکی از دروغگوترین هاست، با مسند و مدرک از حرفای زمان هم مختلف خودش بتون ثابت کنم، بار هم نمونهاشو گفتم. ولی شما که بهش اعتقاد دارید، کدوم معیار به یه نفر اجازه میده که بیاد بگه حرفی که من زدم حرف خدا بود؟ شما شرف دارید؟ دین دارید واقعا؟ بعد زندگیش یک سوم زندگی شما هست؟ روزی که رفت بیمارستان خوابید دیدید یک بیمارستان تعطیل کرده بودن؟ به چه مناسبت باید تمام مقامات کشور، تمام شعرا و هنرمندا رو به صف کنن بیاد ملاقات؟ اینا هزینه داره به کشور. شما میگی صرفه جویی میکنه؟ ای کاش میخورد و میچرید انقدر خرج نمیکرد. شما میدونید خامنه‌ای چند تا محافظ داره؟ اون وقت صرفه جویی میکنه؟ اگه میدونید توی بیغول زندگی میکنه از ترس جانشه، نه اینکه از تقوا پیشگیش. خیلی ممنون از همراهیتون، متشکرم که همراهی میکنید و شب و روزتون خوش. تا برنامه بعدی. کاهش نیروهای نظامی ایران پس از حملات اخیر اسرائیل به سوریه. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع نزدیک به حزب الله لبنان و دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد ایران حضور نظامی خود در سوریه را پس از حملات اسرائیل به تعدادی از رهبران نظامی این کشور کاهش داده است. به گزارش دیدبان حدود 3000 جنگجو و مستشار نظامی از سپاه پاسداران ایران در سوریه مستقر بوده، اما تهران تنها کمک مستشاران به نیروهای دولتی را تایید کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع نزدیک به حزب الله اعلام کرد نیروهای ایرانی طی هفته‌های گذشته منطقه جنوب سوریه را تخلیه و از مواضع خود در حومه دمشق، درعا و قنیطره در جنوب این کشور عقب نشینی کردند. این منبع با اشاره به گروه‌های وفادار به ایران افزود که نیروها یک دفتر نمایندگی در دمشق دارند که از طریق آن ارتباط بین دولت سوریه و متحدان برقرار می‌شود. این منبع خاطر نشان کرد دیدارها در داخل کنسولگری ایران برگزار می‌شد، چون فکر می‌کردند از حملات اسرائیل در امانند. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه گفت نیروهای ایرانی از ترس حمله مجدد اسرائیل پایگاه‌های خود در دمشق و جنوب این کشور تا مرز جولان را تخلیه کردند. عبدالرحمن افزود جنگجویان حزب الله و سایر عراقی‌ها برای جایگزینی نیروهای ایرانی در این مناطق مستقر شدند. یک منبع نزدیک به حزب الله گفت کاهش تعداد نیروهای ایرانی پس از حمله اسرائیل به ساختمان مجاور کنسولگری ایران در 20 ژانویه در دمشق که منجر به کشته شدن 5 مستشار ایرانی از جمله مسئول اطلاعات سپاه پاسداران در سوریه و معاونش شد صورت گرفته است. ایران در 25 دسامبر اسرائیل را متهم به کشتن رضی موسوی، یکی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران، در حمله‌ای در نزدیکی دمشق کرد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، گروهی از مستشاران ایرانی به دلیل حملات اسرائیل در ماه مارس این کشور را ترک کردند. سپاس که تا پایان همراه بودید. لطفاً نظرات ارزشمند خود را برای ما بنویسید و با به اشتراک گذاری ویدیوها در انتشار آگاهی سهیم باشید.